مورچه ها رو به جز قطب جنوب، گرینلند، ایسلند و بعضی از جزایر میشه همه جا پیدا کرد، مخصوصا جنگلای گرمسیری. مورچه ها معمولا دسته‌ای زندگی میکنن. این دسته ها میتونه چند عدد تا چند میلیون باشه. روی کره زمین بیش از 1 میلیون گونه حشره وجود داره و مورچه ها هم اونقدر زیادن که تقریبا 2% از این 1 میلیون گونه رو تشکیل میدن. حتی زیستشناسا تخمین میزنن که مورچه ها 4 برابر جمعیت همه مهرداران روی زمین رو تشکیل میدن. این تعداد زیاد جمعیت باعث میشه مورچه ها بتونن ناقل بیماری ها باشن، به خصوص انگل های قارچی، که یکی از این موارد آفیوکوردوسپسن که بهشون قارچ های زامبی میگن، قارچ هایی که روی گونه مورچه تأثیر میذاره. در این ویدیو از پاراگراف بعضی از زامبی های واقعی طبیعت رو بررسی میکنیم. طبیعت راه مخصوصی واسه کنترل ذهن پیدا کرده. نیازی نیست برین دنبال داستانهای علمی تخیلی بگردین تا موضوع زامبی رو توش پیدا کنین. کافیه با هم سری به کشور برزیل بزنیم، توی اعماق جنگل‌های گرمسیریش. اینجا یه برگ پیدا کنیم که حدود 25 سانتی‌متر از کف جنگل فاصله داشته باشه. حالا اگه زیر اون برگ رو نگاه کنید، ممکنه یک مورچه رو پیدا کنید که به رگ برگ چسبیده. این مورچه در واقعیت عمرش تموم شده و مرده و بدنش متعلق به یک قارچ مورچه زامبیه. وقتی که یک تخم قارچ روی مورچه قرار میگیره، خودش رو از اسکلت خارجی مورچه به قسمت سرش میچسبونه و اینجا میشه خونه جدید تخم قارچ و بدن مورچه رو آلوده میکنه. مواد مغزیش رو خالی میکنه و کنترل ذهن مورچه رو به دست میگیره و مورچه از اینجا به بعد اساساً یک مرده متحرک میشه. وقتی مورچه به زامبی تبدیل میشه، خونه خودش رو ترک میکنه و به ساقه نزدیکترین گیاهی که دور و برش پیدا کنه میچسبه و بالا میره و توی ارتفاع حدود 25 سانتی‌متر متوقف میشه، چون این ارتفاع دما و رطوبت کافی رو واسه رشد قارچ داره و مورچه وادار میشه به رگ برگ بچسبه تا قارچ زامبی ازش تغذیه کنه. تخمای قارچ زامبی توی بدن مورچه شروع میکنن به رشد کردن و ناگهان روی برگی که مورچه بهش چسبیده تخمای قارچ پخش میشن. دلیل این کار اینه که اون برگ جاییه که معمولاً مورچه های دیگه هم بهش پناه میبرن. پس از این طریق تخم قارچ میتونه روی سر مورچه ها بریزه و بعضی از اونها رو تبدیل به مردگان متحرک جدید یا دسته زامبیا بکنه. تو این جور مواقع مورچه ها یک روش جالب واسه محافظت از قلمروش دارن. مورچه ها خیلی هوشمندن. ما قبلا در مورد هوشمندی مورچه ها یک ویدیو ساختیم و به شگفتی این حشرات اشاره کردیم. یک کلونی مورچه وقتی که رفتار عجیبی رو از یکی از مورچه ها میبینه، میفهمه که این مورچه احتمالاً مسموم شده. پس مورچه های کارگر دورش رو میگیرن و به یک جایی مثل قبرستان در خارج از قلمرو و کلونی مورچه ها هدایتش میکنن. اما این قارچ زامبی هم اونقدر خنگ نیست. وقتی کنترل ذهن مورچه رو به دست میگیره، طوری مورچه رو کنترل میکنه که کلونی مورچه ها نتونن تشخیص بدن این مورچه زامبی شده. توی بعضی از آزمایش ها اینطور تخمین زده میشه که این قارچ زامبی به کل مغز مورچه حمله نمیکنه، بلکه یک بخش کوچیکی رو در اطراف مغز درست میکنه که از طریق مواد شیمیایی به مورچه دستور میده قلمروش رو ترک کنه. در همین حال به اندام‌ها و عضلات مورچه هم حمله می‌کنه و اتصال اندام‌ها رو از مغز جدا می‌کنه تا بتونه راه رفتن مورچه رو کنترل کنه. این قارچ زامبی سیستم عصبی مرکزی خودش رو داخل مغز مورچه تشکیل میده و بعد مورچه‌هایی که زامبی شدن رو به سمت موقعیتی که خودش می‌خواد هدایت می‌کنه. موقعیتی خوب روی برگ توی جنگل‌ها. ولی فقط مورچه ها هم نیستن که زامبی میشن. سوسک زامبی هم داریم و این سوسکای زامبی زمانی به یک مرده متحرک تبدیل میشن که یک زنبور انگل رو ملاقات میکنن. زنبورای انگل زیادی توی طبیعت وجود داره. یکی از اونها زنبور جواهره. وقتی که تخمهای یک زنبور جواهر بارور میشن
باید برای هر تخمشون یک میزبان سوسک پیدا کنن. از اونجایی که سوسک بزرگتر از یک زنبور جواهره و اسکلت سختی داره، زنبور اول یک نیش به شکم سوسک میزنه و سوسک رو فلج میکنه. زنبور نیش دومش رو به سوسک میزنه و انگل و سمش رو به مغز سوسک منتقل میکنه. این سم تزریقی از دوپامین توی مغز سوسکه که باعث میشه سوسک به خواست خودش به یک میزبان انگل واسه زنبور تبدیل بشه. و بعد از اینجا زنبور جواهر میره سراغ سوسکای دیگه. سوسک از نظر جسمی میتونه راه بره و فقط توانایی دفاعیش فلج شده. و حالا سوسک زامبی تحت کنترل کامل زنبوره. و از اونجایی که زنبور برای این کار و مقابله با سوسک انرژی زیادی از دست داده، از مایع درون بدن سوسک می نوشه و خودش رو تغذیه می کنه. و بعدم سوسک رو به سمت حفره‌هایی در زیر زمین هدایت می کنه که به اونجا بره. یک تخم رو روی پای سوسک قرار می ده و بعد هم با سنگریزه ها و خاک روی سوسک رو می پوشونه. این زهری که زنبور به سوسک وارد کرده باعث می شه بدن سوسک زنده و سالم بمونه. تخم‌های زنبور روی بدن سوسک زیر خاک پنهان شدن و از بدن سوسک تغذیه می‌کنن تا بتونن بزرگ بشن و از زیر خاک بیرون بیان. نوع دیگه ای از زامبی کردن که توی آمریکای مرکزی و شمالی پیدا میشه روی کرم ابریشمه. این بار زنبور تخم‌هاشو روی پیله ابریشم قرار میده. تخم‌ها و لاروها از مایعات بدن کرم تغذیه می‌کنن تا وقتی که آماده بشن بدن میزبان رو بخورن و روی شاخه یا برگ فرار کنن. تو این مدت تقریباً 80 زنبور متولد میشه و کرم ابریشم به عنوان یک زامبی نگهبان ازشون مراقبت می‌کنه و اجازه نمیده چیزی به زنبورها آسیب برسونه. این کار اونقدر ادامه پیدا میکنه تا زنبورها دیگه نیازی به تغذیه از بدن کرم نداشته باشن و اونجا رو ترک کنن. توی همین زمان کرم میمیره. یک نوع زامبی دیگه جیرجیرک زامبیه. کرم زامبی داخل بدن جیرجیرک شروع میکنه به رشد کردن. کنترل ذهن جیرجیرک رو به دست میگیره و برای ادامه زندگی جیرجیرک رو به سمت برکه و آب هدایت میکنه. اما این جیرجیرکان نمیتونن شنا کنن. پس توی آب غرق میشن و کرمها از بدنشون خارج میشن. پدیده زامبی فقط مربوط به دنیای بیمهرگان و حشرات نیست. این انگلها میتونن به پستانداران هم حمله کنن تا رفتار اونا رو هم کنترل کنن. ما یه چیزی داریم به اسم تاکسوپلاسما گاندی. انگلیه که گربه ها رو آلوده میکنه اما میزبانش موشه. این انگل وارد بدن موش میشه. مغز موش رو کنترل میکنه و باعث میشه ترس از موش خارج بشه و موش به بوی گربه ها جذب بشه، طوری که به سمت گربه میره تا خورده بشه. تاکسوپلاسما گاندی بخشی از مغز موش رو که جذابیت جنسی رو کنترل میکنه تغییر میده و موش وادار میشه تا به بوی گربه ها جذب بشه. این کاریه که تو شرایط عادی موش برعکسش رو انجام میده و از گربه فرار میکنه، چون با چرخه زندگیش متناقضه. ولی میبینیم که این انگل چطور موش رو کنترل میکنه. طبیعت پر از شگفتیه و بخشی از اون روش بقای زامبی هاست. انگل هایی که با هوشمند ترین روش ها به دنبال زنده موندن و ادامه حیات هن. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.